بانک پاور را محاصره کردن چه کسانی هستند؟ آقا اولا دوست نابوسن پشت بلنگواش ها چیزایی میگن که من شهر میکنم بگم یه قارتگرن آقا قارتگر. از سریال و فیلم بلند تا فیلم کوتاه توکل، رد پای سپاه پاسداران در سینمای جمهوری اسلامی پیداست. اما در عمق استراتژیک فیلمسازی، در تمام شاهکارهای سپاه پاسداران یک سیاست مشترک دیده میشه. اونم بول کردن ایدئولوژی جمهوری اسلامیه. به چه قیمت؟ توهین و تحقیر و بافتن داستانهای من درآوردی در رابطه با برجسته کردن اشخاصی در راستای به تصویر کشیدن یک سیستم حکومتی همه چی تموم به اسم ولایت مطلقه فقیه. اما سپاه پاسداران این بار در فیلم کوتاه توکل تمام سعی خودش رو به کار برده که چلو قاسم کوبیده رو پهلوان قاسم نشون بده. از اون طرف دوباره سپاه پاسداران با فرماندهان پیشمرگ در اقلیم کردستان عراق مصاحبه میکنه که آقا جان من بگید قاسم کوبیده ما در پاکسازی اقلیم کردستان از داعش نقش داشته دیگه جان من. از نظر شما حالا تو اون برخورده ای که با سردار سلیمانی داشتین، شخصیت اون تو نظر شما چطور است؟ اگر بخواید چند تا ویژگی های برجسته از ایشون که در ذهن شما مونده برای ما بگید، اون ویژگی ها چی هست؟ اگر بخواید اون شخصیت فرماندهی و مدیریتی ایشون رو یک بررسی بکنید، حالا در همون مقطع کوتاهی که باهاشون بودید، به لحاظ نظامی ایشون رو چطور دید و تحلیلتون راجع به نحوه شهادت ایشون چی هست؟ دیار لو چند دقیقه بینی من. البته سپاه پاسداران باید هم انقدر خودش رو واسه پهلوان نشون دادن قاسم کوبیده خسته کنه. ایشون کسی هم که میلیاردها دلار پول مردم ایران رو صرف هزینه جنایت در سوریه و لبنان و عراق و یمن کرده. صدها هزار شبه نظامی تروریست از سفره مردم ایران دارن فربه میشن زیر سایه قاسم کوبیده. جوانای افغان رو تحت نام لشکر فاطمیون در پاکستان و سوریه به کشتن داد. سر چی؟ جنگ افروزی در منطقه واسه سلامتی سر آقا. ما خواهان ثبات در ایران و عراق و سوریه و لبنان نیستیم، فقط هم ایران نیست. حالا تو این فیلم پهلوان کوبیده با 50 تن از بچه سپاهی ها اومده اقلیم کردستان رو از داعش پاک کنه، یا به قول خود خامنه ای اومده عراق رو از ثبات پاک کنه. قاسم سلیمانی راستی قاسم سلیمانی کی بود؟ چی داشت که ما نداشتیم؟ بله، اونا چیزی دارن به اسم توهم که ما نداریم. هر یک فرمانده جنگاور مسلط بر عرصه نظامی بود، هم در این حال به شدت مراقب حدود شرعی بودش. کوبیده آن است که خود بگوید، نه آن که آشپز هی بگوید.